معلولان، فراموش شدگان مضاعف. در سرزمینی که 34 سال آخوندهای غارتگر بر آن حکومت کردند و حکومت خود را با سرکوب و جنگ افروزی حفظ کردند، هزاران هزار معلول و ناتوان جسمی و روحی وجود دارد. بیمارانی که حتی به اندازه بیماران عادی توان مراجعه و پیگیری بیماری خود را نیز ندارند. زندگی این هموطنان ما کتاب قطوری از درد است که امروز تنها به یک سطر از آن می نگریم. خواسته های بی پاسخ. مشکلی نداری الان؟ چرا ولا مشکل چیه؟ مشکل از کرمانشاه آمدم. چی میخوای؟ اب خونه میخوام. کرمانشاه رسیدگی نکرده؟ نه نه. میگه دیر ثبت نام کردی. آره. دختر من خونه است. ناشنواست؟ نخ حرکت جسمیشون بر. بعد ایشون مشکل چیه؟ مشکل اینه که این پولو به موقع نمیدن. بعد ما خیلی باید دوندگی کنیم با دانشگاه، با رئیس دانشگاه، اینقدر درد سر داریم. دانشگاه آزاده؟ بله. چک من دادم، ببخشید. میگه تا چک ندم ثبت نام نمیکنم. رژیمی که به معلمان و کارمندان و کارگران حقوق و دسترنجشان را نمیدهد، نسبت به این معلولان چنان رفتار توهین‌آمیزی دارد که گویی صدقه به محروم می‌دهد. خبرگزاری حکومتی مهر، 8 دی 91. رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان گفت مستمری معلولان 45 هزار تومان در ماه است. این حقوق حتی به اندازه خرید نان برای یک معلول کفاف نمی‌دهد، چرا که هزینه خرید نان و تنها نان در یک ماه برای 3 وعده 54 هزار تومان می شود. مستمری یک معلول 45 هزار تومان، یک عدد نان سنگک 600 تومان، 600 ضرب در 3 ضرب در 30 مساوی است با 54 هزار تومان. همین کارگزار رژیم که رئیس انجمن حکومتی به اصطلاح دفاع از معلولان است اعتراف می‌کند که به هیچ عنوان مستمری، اعتبار مربوط به وسایل توانبخشی، حق پرستاری، عیاب ذهاب، بیمه درمانی و غیره متناسب با تورم در کشور افزایش پیدا نکرده است و این در حالی است که یک معلول خود نمی‌تواند کاری در جامعه پیدا کند و با آن مشغول شود. سایر بیتوجهی ها به معلولان در این حاکمیت هم برای این هموطنان دردمند مصایب فراوانی به بار آورده است. مشکلات تردد یک معلول در جامعه. ببینید متروها و خیابونا اصلا مناسب نیست، یه جا بلنده یه جا کوتاهه. دانشگاهی که ما می رفتیم پله میخورد، از در ورودیش پله میخورد، جایی برای ما نبود. به من مجبور بودم واحدامو کم بردارم به این علت که من اونجا هیچ گونه امکاناتی برای ما نبود. خیلی از قید خیلی از سفریاتو زدیم، نه دنبال موسیقی رفتیم، نه دنبال ورزش رفتیم، نه دنبال چیزی رفتیم که من میگن که نه خودتون نمیخواید. بالاخره یه چیزایی باید باشه، همکاری باشه. من اگه بخوام برم کلاس برم یا با یه اتوبوس برم یا تاکسی برم، نه اینکه مثلا 20 هزار تومان فقط من برم رفتم 20 هزار تومان برگشت که فقط بخوام یه کارم انجام بدم. اشتغال برای معلولان. بچه های ما رو فرستادم توی شغلایی که اصلا اینا نمیتونن انجام بدن، مثلا فرستادن توی کارخونه کار مثلا آهنگری، نابینا هیچ وقت نمیتونی همچین کاری انجام بدن. من مشکلی که دارم، مشکل تو سرمه، یه الکتروده که این دستگاه 18 میلیون تومان 3 سال پیش قیمتش بود. از عراق میام، واسه هم ویدیو کنفرانس و اینجور چیزا برگزار کردن،
الان اون دستگاهی که من میخوام بخرم حالا هوش 32 میلیون تومان شده پولش. نه خودم از لحاظ شرایط اقتصادی وضعیت مناسبی دارم، نه خانواده‌ام. در حاکمیتی که تمامی حقوق یک ملت به فراموشی سپرده شده است و معلولان فراموش شدگان مضاعف هستند، آوار ظلم هر روز بیشتر و بیشتر بر سر این محرومان فرو می ریزد. چه کسی باید برای نجات این هموطنان به پا خیزد؟ آیا برخواستن ضروری ترین و حیاتی ترین ضرورت جامعه ما نیست؟